سلام عليكم. سلام به همه. السلام عليكم. هذا شو ما تقول؟ سلام. السلام عليكم. هذا شو ما تقول؟ آی دکتر، من شیر کنم صفحه ما. بله بفرمایید. در ضمن رئیس جلسه خانم دکتر سیاوشان هم به من کار نداشته باشید. بله چشم. مأمور مخصوصاً ایشون اسمم نوشتن، لیست بدها خوبام دارم. بله دوست، خیلی ممنون. به نام خدا، امروز قرار در مورد ویندلر سپیس و اثر آنو و هاکینگ رادیشن صحبت کنم. اول از همه در مورد ویندلر سپیس صحبت می کنیم. می دونیم در دو بود ویندلر سپیس در واقع یک قسمتی از نمودار پنروز میلکوسکی سپیس رو شامل میشه که در دو بود به این صورت داده میشه که این آردویی که اینجا هست، بعدا خواهیم دید که به شتاب خود ناظر بستگی داره. اگه بیایم تغییر مختصات بدیم، یعنی اتاق به سمت آی فی تبدیل کنیم، میبینیم که میتونیم مختصات شبه قطبی رو به کارتزی تبدیل کنیم، یعنی میتونیم فلتش کنیم. خب چون این ویندلر هست، میتونیم با استفاده از این تبدیل مختصات خاصی به این مینکوفسکی سپیس تبدیلش کنیم. و این X2 منهای وایدوی که وجود داره در مختصات کارتزیان، در واقع بزرگتر از صفر هست که نشون دهنده اینه که در واقع یه قسمت خاصی رو از فضای مینکوفسکی میپوشونه، فضای ویندلر، که حالا توی اسلاید بعدی بهتر اینو توضیح میدم. اینو هم میشه به ابعاد بالاتر تعمیم داد، یعنی اینجا دی وای ها اینا ابعاد بالاتر هم. که میشه به این متریکی که اینجا هست رو تعمیم داد به ابعاد بالاتر. در واقع ابزرور ویندلر، ناظر ویندلر، روی یک آر ثابتی قرار داره و اون آر ثابت که توی این متریک هست در واقع لزوما جئودزی نیست، بلکه یک مسیر شتابدار هست که ناظر یعنی نشون دهنده اینه که ناظر شتابدار هست و روی یک مختصه آر ثابتی قرار داره. و همچنین در واقع ناظر ویندلر میبینه که هورایزنش روی آر مساوی صفر، یعنی روی این قرار داره، روی آر مساوی صفر هست هورایزنی که داره. و یه قسمت خاصی اگه این فضا زمانمون باشه، مختصه تی و ایکسمون باشه، این قسمت مثبت ایکس رو، یعنی توی این شرط باید صدق کنه، این شرطی که اینجا هست این تیکه رو میپوشونه، تیکه‌ای که اینجا هست. و اینجا مسیرهای مختلفی میتونیم بکشیم که یک ناظر ویندلر در واقع روی یک مسیر ثابتی قرار داره که با یه شتاب ثابت هم داده میشه. این خطایی که به صورت معرب کشیده میشه زمانی هن، خطایی که به صورت خمیده کشیده میشن اونا یک مسیر خاصی نشونن نشون میده، شبیه این شکلی که اینجا هست. اما این شکل توی برای این در واقع پچ مینکوفسکی هست که با مختصه خاص تی و آر محدود شده. در واقع ما فضای بینهایت رو، فضای بینهایت مینکوفسکی، اومدیم توی یک فضای کامپکت شده رسم کردیم. میتونیم در واقع در یک مختصات بله توی اسلاید قبل
شباهت رو حالا باید کارم اشاره کردید، ولی نکته مهمیه که همونطور که گفتین این دوتای این طرف در واقع کل فضای مینکوفسکی هستن که توی پنروز دیاگرام رسم شدن. درست بله. پنروز دیاگرامشون شما رسم کردید بله و بله. این سمت چپ، شکل سمت چپ واقعا یک چهارم فضای مینکوفسکی هست که من توی پنروز، یعنی توی نمودار پنروز هم رسم نشده، بلکه توی فضای حقیقی رسم شده. یعنی دوست این کوردینت ها در واقع عوض نشده. و سوالی که میتونیم بپرسیم اینه که اگر من نمودار سمت چپ رو میخواستم توی نمودار پنروز سمت راست بکشم، کجای نمودار قرار می گرفت؟ یعنی چه بخشی از نمودار پنروز سمت راست رو می پوشوند؟ من در این باره جواب دقیقی ندارم، ولی فکر میکنم یه قسمت خاصی از مینکوفسکی سپیس رو میپوشونه. این خطوط زردی که هم اینجا هست، این همون لایت کون هست که قرار داره. ولی اینکه حالا نمیدونم، شاید آقای دکتر بهتر بلد باشن اینو. مثلا یه نکته دیگه هم که شما داری از شروع کردید، این نمودار سمت راست که نمودار میکوفسکی هست، در واقع پنروز دیاگرام فضای تخت هست، شما هورایزن ندارید اصلا. اینجا هورایزن درست. دارید، فوقی نداره این نمودار. یه مرز، بله یه مرز نورگونه وجود داره، آره یه مرز نورگونه وجود داره، درست. ولی چیزی پشت اون نیست دیگه. این درده نه نه دیگه چیزی پشت اون نیست. مرز فضا مثل مرز فضاست. بنابراین اشکال نداره آدم شباهت بخواد مثلا چیز بکن، ولی شباهت باید توجه داشته باشین که این فضای ریندلر در واقع یک بخش، همونطور که خودتون گفتین، یک بخشی که به خاطر شتابدار بودن ناظر در واقع توسط حالا این افقهای زردی که شما کشیدید دوست محسوب شده. دوست امبد کنید توی نمودار پنروز یک مثل یک مربع چرج باید توی نمودار پنروز. آره دقیقا. حالا من توی شکلهای دیگه هم من آوردم. آقای آمری، این اتفاقا این سوالی بودش که من 2-3 هفته پیش همینطوری داشتم یه موضوع رو میخوندم، به ذهنم رسید همین چیزی که آقای دکتر افشار میگه که پنروز دیاگرام ریندلر اسپیس چه شکلیه، چون توی شکلای چیز نبود. یه مقاله من الان یه لحظه اگر که اجازه بدید من شیر بکنم، یه لحظه اینو ببینیمش. فکر میکنم که اینجا اینو من میتونم اگه ببینیدش. میبینید الان این فایل منو؟ بله. آره آره این یه مقاله ایه، نمیدونم مال کیه. پنروز کارتا دیاگرام فور یونیفورملی اکسلریتد ابزرور. این اومده اینو کشیده، حالا کلی محاسبه داره. مثلا اینجا توی مینکوفسکی اسپیس برای این ناظری هستش که داره با شتاب حرکت میکنه، اینجا همینجا هم دیده میشه که این پست و فیوچر هورایزنش اینجا هست. تو این شکل واضح تر، این شکلی تقریبا میشه. آیا آمری این این میشه در واقع چیز یه قسمتی از این فضای مینکوفسکی هست، این هم اون فیوچر و پست هورایزنیه که داره. پس حالا این چون دو بعدی هست، فکر میکنم این باید تا بخوره اگه اشتباه نکنم، میشه بله. همون ایده که آقای دکتر گفتن، فکر میکنم که یه قسمتی از این فضا
یعنی باید نصفش کنیم نیست؟ یه جوری دیگه بله میشه که آره آره درست. جمع میشه و این این البته در واقع هر نقطه ای میتونست شروع بکنه حرکتش رو، بنابراین از این چیزی که مثلا تو ذهنم بود این بود که وقتی که مبدأ فضای ریندلر روی مبدأ مینکوفسکی باشه، اینجا مبدأشون با هم یه فاصله داره، اگه آره مبدأشون آره دقیقا روی هم باشه این مربعه در واقع میاد در واقع انگار نصف فضا رو میپوشونه، یه مثلث بالا باقی میمونه، یه مثلث پایین باقی میمونه. دقیقا یعنی اینو باید یه ذره بکشیم میشه این طرف تا این وج سمت چپش بیاد بیفته این وسط. درست درست، حالا دیگه واضحه که این فضای هورایزن هم داره. دقیقا درست. این حالا بذارید پس منم این چیز رو نقشه خود مقاله مالسینا ببخشید من میتونم یه سوال بپرسم؟ آقای دکتر این که شما فرمودین ناظر ریندر این فرمودین به خاطر شتابدار بودن چی ظاهر میشه؟ این عارف شتاب بود دیگه، میشه اینو یه بار دیگه بگین؟ از سران میپرسی؟ آقای دکتر اینجا زیاده. از کی میپرسید خانم عزیز؟ مشخص کنید خانم آقا میر از کی میپرسید؟ آقای بکنم سخنرو خودش میتونه جواب بده نه؟ بله این شعاعی که آبی که اینجا تازه در موردش صحبت کردیم در واقع عکس شتاب هست، با عکس شتاب رابطه داره و خب شتاب چی؟ الان شتاب خود ناظر ویندلر. آها پس این آخه وقتی میگین فضای ریندلر خب مثلا شما یه متریک نشون ما دادین یه هندسه متفاوتی داشت، یعنی این یه تبدیل مختصات صرفاً که مثلا شتابدار بودن حالا اون ناظره یا اون چیزی که داره نگاش میکنه رو داره نشون میده، یا اینکه نه این اصلا یه چیز متفاوتیه، یعنی میخوام بدونم الان این چیزی که الان خودشو تو هندسه نشون داده متوجه منظورم بله میشین؟ بله درسته. آره یعنی میگین که ما میتونیم با استفاده از یه تبدیل خاصی اونو به صورت فلت بنویسیم، پس تفاوتش در چیه؟ اینو میپرسین دیگه، یعنی اون شتاب در واقع چطوری ظاهر شده در مسئله ما؟ خب حالا بفرمایید شما پاسختون چیه؟ من فکر ببخشید یه چیز دو افشار میخواستن نشون بدن، قبلش نشون بدن بعد صحبت کنیم. من یه چیزی رو که قبلا دیده بودم فکر کردم اینو اینجا، چون این به اصطلاح پیچیدگی بعد وقتا الان دارین صفحه منو؟ بله میبینید صفحه رو؟ بله من میبینم، نمیدونم بقیه شاید. بله 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 دیدم شاید توی ADS 2 هم همین داستان هست، یعنی اینجا الان توی ببخشید ADS توی مقاله مالسینا استنفورد این داستان اینجا هم، یعنی میخوام بگم که این ناظر شتابدار رو تو فضای ADS هم شما علل اصول میتونید داشته باشید. این پانکور پچ هست، این قسمت زرد یک فضای ADS رو براتون توصیف میکنه. خود فضای ADS توی مختصات پانکاره یه هورایزن طبیعی در آرمسور صفر داره که مرز این زرد است، ولی در واقع شما یه ناظر این ناظر شتابدار میتونید داشته باشین که اون ناظر شتابدار کل فضای زرد رو نمیبینه، به خاطر شتابی که داره
به سوال خانم آقا میرم مربوط میشه. در واقع مثلا فرض کنید از یه نقطه‌ای که شروع به حرکت میکنه، اگر ناظر لخت بود، اگر لخت بود این حرکتش معلوم بود چی بود، مثلا میرفت چه میدونم یه جایی میرفت، مثلا میرفت اگر مسلس بود مثلا میرفت به صورت 45 درجه میرفت. ولی الان چون شتابدار هست انگار به نوعی فقط یه ناحیه، یه بخش از ناحیه رو میتونه ببخشید آقای دکتر افشار، این ببخشید، این که شما میفرمایید که یه ناظر شتاب داره، این ناظریه که با یه تبدیل مختصات به یه ناظری که لخته بدون شتابه تبدیل میشه، یعنی بینشون صرفا یه دیفومورفیزم مثلا برقراره، یا این اصلا کلن ماجراش یه چیز دیگه ایه؟ نه اینا همه با تبدیل مختصات به هم مربوطن، با تبدیل مختصات به هم مربوط هم، اونطور تبدیل مختصات و تبدیل مختصاتی که سینگولار هست دیگه، با روی هورایزن مثل داستان خود بلک هول، چطور بلک هول مثلا شما میتونید به تبدیل مختصات یه میتونید برید توی مختصات کروسکال و بلک هولتون رو به صورت تخت نگاه کنید، ولی در واقع برای توصیف خاصی از بلک هول مناسب دیگه مثلا خارج افق رو میتونه یه چیز شبیه این، حالا من آقای دوست قدسی بهتر میتونه چون که اون توی اسلاید اولشون یه کاری با متریک کرده بودن، یعنی متریک رو برابر با یه چیزی زبدر آی کرده بودن، یعنی فکر کنم نمیدونم یه تبدیل دیگه غیر از اسکلن که یه تبدیل دیگه غیر از تبدیل مختصات یا دیفومورفیزم روی این زده بودن. مختصاتشون اگر اشتباه نکنم بر حسب سینوس هایپربولیک و کوسینوس هایپربولیک بود. آره که روی هورایزن، یعنی در اتم سواسف، آره در اتم سواسف اونا سینگولار هم درسته؟ ببخشید در آر آب مساوی صفر، یعنی باید در آب مساوی صفر، یعنی باید فی در واقع دوره ای باشه، باید یه شرطی روش اعمال کنیم که از اون سینگولار بودنش خارج بشه. خب این که اینجا نوشتین if we take eta بره به i phi، این یه تب این یه چیزی اضافه بر دیفورفیزم میشه نمیشه آقای دکتر افشار روی تبدیل مختصاتمون بین ناظرها، یعنی این الان یه تبدیل اضافه ای نیست؟ والا من فکر می‌کنم نیازی به این که حتما، یعنی هم پایینش یه تبدیل مختصات دیگر نوشتن دیگه، حالا شما اون میتونید اونجوری ببینید یا تبدیل مختصات پایین رو نگاه بکنید، یعنی اکس و چیز آر و اتا رو بر حسب اکس و تی بنویسین و فضای مینکوفسکی معمولی برید، اونی که به صورت چیز نوشتن اتا رو ببرید به آی آی، فکر می‌کنم منظورشون این بوده که در واقع بریم توی ورژن اولیدوسی احتمالا، که فضامون در واقع قسمت بعد داستان هست که یه جوری این شبیه یه دیسک مثلا دیده بشه. من فکر میکنم بهتر بود این تبدیل اولیدوسی رو اینجا نمیگفتیم، چون فعلا تو مینکوفسکی هستید دیگه، فعلا هنوز یه بار ویک روتیشن زده، دوباره بعد مختصاتش رو با اون اتاهه گرفته، انگار دو بار اوگلیدوسیش کرده و همین دوباره برگشته به مینکوفسکی، یعنی همین تبدیل مختصات اکسوس با آر کوسینوس هایپربولیک اتا و تیموس با آر سینوس هایپربولیک اتا علی رسول شما رو از متریک ریندر میاره متریک چیز دیگه مینکوفسکی. آره اتاب آی پا یه کار دیگه، یه چیز اضافه هست
ولی مثلا منظور تو فای نداره تو محاسباتش هم هیچ جا من نمیبینم آره یعنی ضرورتی نداشت به نظر من. مستقیم رفتم اضافه نوشته. ادامه بدم آقای دکتر؟ آقا ادامه بده بفرمایید. یه چیزی فقط ببخشید، تو اون شکلی که آیت القدسی شما نشون دادین من یه لحظه چیزی رو بیارمش آقای دکتر دوباره ممکنه بذارید من یه بار دیگه شیر کنم اینو. من اونجا منتظر اینه. این به نظر میاد که یه چیز خاصیه که متقارن نیست کامل. درست، ولی نخوندم ازش بخوای چی نوشته. من الان توی لایت لایک اینفینیتی اگر باشم، این در واقع ناظری که توی لایت لایک اینفینیتی هست علال اصول یه ناظر مسئله سه گفت سیک رو بزرگتر کنیم. بفهمید سوال این بود که این مثل یک مثلث یعنی چون تو لایت لایک اینفینیتی هست یه جور یه ذره مثلثه درسته که تحت حالای شتاب قرار گرفته چون اگر خودش به عنوان مثلث میخواست حرکت بکنه میرفت از این پس لایت لایک اینفینیتی میرفت به فیوچر لایت اینفینیتی درست میگید تا به خاطر شتابی که داره میتونه با شتاب این شکل بالا رو میگید شما متوجه شدم چی میگید جودزی می آره آره این آره این یه چیزه مثلثه حق با شماست اگه مسی بود باید اینطوری میومد یه مثلث شتاب داره آره بعد اون وقت احتمالاً یه دونه بعد چیز چی میشه اون وقت فیوچر رو هورایزناش ولی همچنان خب احتمال آنه بزنید پایین نکشید چون این بقول شما برای مثلث هست نه اینجا هیچی نکنم مدل شتاب های مختلف مدل چیزی سوالی که برای من بود این بود که این بسته به اینکه شتابش چه مقدار باشه روی این منحنی های مختلف حرکت خواهد کرد درسته ولی اگر شتابش صفر باشه انگار که روی هورایزنش انگار میره جلو یه مقداری با شهودمون و این شغل اینه که اگر شتاب هر چقدر بیشتر باشه قاعدتا باید از روی از هورایزن چیزی نزدیکتر باشه به هورایزن آره ولی مثلا اینا هستن اگه اینا رو آدم در نظر بگیره فکر میکنم اینا چون شتابش بیشتره اینجا نزدیکتر شده به هورایزن منطقه الان من همین که شما میگید نیفهم اینا همشون بد شدن به این فیوچر اینفینیتی یا لایت لایک ها در واقع اگه بخوام این بالا وزشه وقت این فیوچر هورایزن پس هورایزنه داستانش چطوری میشه؟ آه یه چیزای دکتر اگر که یه جسمی شتاب بگیره با شتاب یه نواخ حرکت کنه حتما باید برسه به
positive future like infinity نمیتونه برسه به چیز به future time like ها نمیتونه برسه درسته خوب. چون سرعتش به سمت سرعت نور میل میکنه باید جرمش به سمت صفر خیلی ساده به داستان بکنیم نیست نمیتونه به این بالا بره حتما باید به همینجا قطع شه اینم از بینایت هم که را میفته اینجا هم نماسه به چیز دیگه به پست هورایزنه اینجا هم سرعتش خیلی زیاد بوده به تدریج سرعتش کم شده اینجا صفر شده دوباره سرعت زیاد شده برای همین همیشه باید از لایت لایک اینفینیتی میست که شروع بکنه و ختم میشه نوازی جالب این شمارش گرمش بالتر من همینجا اتفاقی اینو پیدا کردم خیلی چیز نیست حالا لینکش اگر اینجا بخواهید من الان براتون میفرستم توی چیز اینو شمارش رو براتون میفرستم من اینو بیام بیرون که آقای چه ادامه بده خیلی ممنون از توضیحاتتون اصلا الان صفحه‌مو دارین درسته؟ بله اگه بیایم از یه مختصات از یه تبدیلات دیگه استفاده کنیم که اصطلاحاً دیکامپوزیشن انجام میدیم در واقع میتونیم این شکل رو واسهش بکشیم یعنی اون ناظر ویندلری که تازه فقط محدود به یه قسمت از این نمودار بود تبدیلش یعنی تعمیمش بدیم به دو تا قسمت که به این قسمت سمت چپ میگن left wedge left windler wedge و به این سمت راست میگن right windler wedge که در واقع این اینجا CR در واقع نشون دهنده یک مسیر شتابدار همون ناظر windler هست که یک مقدار ثابته که این البته اینجا توی X و T این کسی R و کسی L در واقع یک شتاب هم باهاشون هست که اینجا نوشته نشد که حالا اینجا این مسیر سبزرنگی که اینجا کشیدم نشون دهنده همون فریم همون چارچوب شتابدار ویندلر هست و این فاصله مبدأ تا اون مسیر ثابتی که هست عکس شتاب هست پس ما هرچه از مبدأ دورتر میشیم در واقع این فاصله بیشتر میشه و به این معناست که شتاب ما کمتره و وقتی شتاب ما کمتره یعنی اثرات اون ترمودینامیکی آنو کمتر میشن پس میتونیم نتیجه بگیریم که در واقع اون اثرات رو خیلی نزدیک این افق میتونیم ببینیم و هرچه از این افق دور بشیم در واقع دیکی میکنه اون اثرات و همچنین توی مینیکوفسکی در واقع هامیلتونی که در فضای مینیکوفسکی داریم معادل بوست هست معادل عملگر بوست هست در فضای ریندلر میتونیم این صحبت ها رو برای بلک هول ها هم انجام بدیم و نشون بدیم که بلک هول ها هم به صورت اسیمپتوتیک نزدیک افق رویدادشون هندسه تقریبا شبیه همون فضای ویندلر هست شما اگه این متر شوارزشیلد رو در نظر بگیرید که اف آرش به این صورت هست با انتخاب آر به این صورت و این اپسیلونی که اینجا هست یک متغیر خیلی کوچیکی باشه میتونیم به صورت تقریبی اف آر به این صورت بنویسیم و اگه این دوتا جمله رو بست بدیم میتونیم به این متر برسیم که این متر هم اگه حالا اون توسفیر رو در نظر نگیریم اون جملات بقیه رو بندازیم دور
اینجا میتونیم یه تبدیلاتی برای تی انتخاب کنیم، برای زمان مثلا انتخاب کنیم و اپسیلون، که اونو دوباره به صورت همون فضای ریندلر در بیاره. که حالا برای اینکه اینو بهتر متوجه بشید، توی اسلاید بعدی یه تبدیل دیگه رو در نظر میگیریم. اینجا این همون متریک شوارتشیلد، اگه این مختصر رو به این صورت در نظر بگیریم و اینجا هم اینو یه طورایی ربط بدیم به این کاپا، که اینو حالا با یه هدف خاصی سرفیس گراویتی رو وارد کرده، که بعدها توی اسلاید های بعدی ما متوجه میشیم چرا این کار کرده. و اگه ایکس رو خیلی خیلی کوچیک یا نزدیک صفر در نظر بگیریم، اینو میتونیم به این صورت بنویسیم و اینجا مترمون، متر شوارتشیلدمون تبدیل میشه به این متری که اینجاست، که این دوتا جمله اولش دقیقا نشون دهنده فضای ریندلر هست، فضای ریندلر دو بعدی، و این جمله بعدیش نشون دهنده یک تو اسفیر هست با شعاع یک به روی دو کاپا. و حالا اینجا اگه باز یه تبدیل دیگه ای بزنیم، که اگه اشتباه نکنم همون مختصات کروسکال هست، اینجا میتونیم همین چیزی که اینجا نوشته شده رو دوباره به فضای فلت تبدیل کنیم. و اینجا باز هم نشون دهنده اینه که ما در یک در این مختصات اگه در نظر بگیریم یو پریم و وی پریم، ما در واقع اون ناحیه‌ای که این رو میپوشونه این ناحیه است، چیزی که اینجا هست، و این دوتا خطی که اینجا قرار داره ایکس صفر هستن، این ایکس صفر، این هم ایکس صفر. حالا پس نتیجه‌ای که از این بحث میگیریم یه نتیجه خیلی مهمیه. این اگه فضای مینکوفسکی باشه، اینم فضای شوارتشیلد باشه، هندسه شوارتشیلد باشه، این دوتا ناحیه‌ای که خاکستری رنگن، دوتا ناحیه‌ای که خاکستری رنگن، اینا تقریبا یک جیومتری دارن، یه هندسه دارن. چرا؟ چون ما دیدیم که نزدیک افق مینکوفسکی دقیقا یه جوابی میده که نزدیک افق شوارتشیلد هست. پس میتونیم این نتیجه رو بگیم که این دوتا ناحیه متناظر همن، معادلن با هم دیگه. حالا میتونیم با استفاده از روش دوره‌ای کردن زمان، میتونیم دمای هاوکینگ رو به دست بیاریم، که این میشه گفت ساده ترین روشیه برای به دست آوردن دمای هاوکینگ. اگه بخوایم اینو بهتر متوجه بشیم که چطوری در واقع دما میتونه ربط داشته باشه به این بحث، میتونیم این تابع گرین فانکشن ترمال رو در نظر بگیریم. گرین فانکشن ترمال به این صورت داده میشه که اینجا همون دنسیتی متریکس هست و این تایم اوردرینگ، این عملگر تایم اوردرینگ، و اینا هم این شکلی میتونیم بنویسیم. این دنسیتی متریکس رو میتونیم باز کنیم به این صورت، و اینجا هم میتونیم در نظر بگیم که این دوتا در واقع این دوتا این اوی که اینجا هست زمانش بیشتر از این هست، و میتونیم این تایم اوردرینگ رو به این صورت بنویسیم، که یعنی حذفش کنیم از اینجا و به این صورت بنویسیمش. با استفاده از خاصیتی که تریس داره میتونیم این او سف سف رو جا به جا کنیم، و اینجا هم برای خط سوم از تایم ترانسلیشن استفاده کردیم و اینو به این صورت نوشتیم. و اون جمله آخر هم یه تعریفیه که نشون دهنده اینه که در واقع اون تاومون با بتا تغییر کرده. اینو ازش میگذاریم. اما اینجا میتونیم همونطوری که توی اسلایدهای اول توضیح دادیم، میتونیم فضای ویندلر رو با مختصات قطبی ارتباط بدیم. به چه صورت؟ به این صورت. آقای آمری برگردید. این قسمت برش کردم. آره، این چیز توضیحی که دادی چیز خیلی مهمی بود. فقط محاسبه رو گفتی، نتیجهش رو نگفتی که چیه.
چرا تو پوینت فانکشن این اتفاق افتاد؟ بعد که چی؟ اینجا بازی نداری؟ من به نظرم خواسته که اینجا رفت بده تو پوینت فانکشن تابع گرین تاو رو با تاو منهای بتا که نشون دهنده اینه که ما میتونیم در واقع با استفاده از این روش دما رو محاسبه کنیم، یعنی با استفاده از دوره‌ای کردن زمان. من فکر میکنم این شکلی، حالا اگه نه اشتباه گفتم. نه نه اشتباه نگفتی. این که این حالا یه توپون فانکشن دوتا اپریتور او رو مثلا حساب میکنی، بعد یه نتیجه گرفتی از این محاسبه، یه جی بتای تاو ایکس، یعنی توپون فانکشن دوتا اپریتور تو نقطه یکیش تا و یکیش هم تو صفر و صفر، با اینکه تا منای بتا و ایکس باشه یه چیز در میاد. این چی داره میگه؟ امیدم اینو فکر کردی در موردش. تو خود چیزم یه توضیح میده، خدا هارتمن هم یه حرفایی میزنه. من خوندم ولی اون چیزی که متوجه شدم و به نظرم همین، این که میخواسته نشون بده این دوتا معادلن، دوتا تاب گرین. نتیجهش چی آخه این؟ چرا اینو میخواسته نشون بده؟ حقیقتش جواب دقیقی ندارم، ولی بخوندم چیز خاصی در مورد این فکر نمی کنم توضیح داده بود، فقط اومده اینا رو محاسبه کرده دقیق و بیشتر زوم کرده بود روی اون بحثی که حالا بعد از این میخوام انجام بدم، یعنی توضیحات مفصلی در مورد اون بحثی که بعد از این میخوام بدم داده. اینجا یه جوره فقط میخواد بگه که حالا با این توضیحی که اینجا هست، اینکه تو اگر که بیای یه دونه یه جوره فضا رو زمان تو اقلیدوسی بکنی، اون وقت اون تابع دو نقطه‌ایه که به دست میاری با این تابع ترمال به دست میاد، و بعد این یک تابع دو نقطه‌ای یه دونه دور تناوب داره که همون دور تناوب همون عکس دمایی که اون بالاست. این همون داستانیه که شما اگر یه تئوری داشته باشید و بیاید تایمش رو اقلیدوسی بکنید، اون وقت تابع پارشتون به یه تابع تابش ترمال داده میشه. این اونو داره میگه، ولی مثال میزنه از این که چطوری این مثلا تابع دو نقطه ای اینجا توش دیده میشه، چون وقتی که بتا رو میذاری، بتا در واقع دوره تناوب همون چیزی که اینجا نوشتی تی رو بردی به تی ولو های بتا دیگه، و این اتفاق توی تو پوینت فانکشن ها میفته. حتی این به همون معنی هستش که واقعا انگار یه دوره تناوب داره زمانت. درست. این داره خودش رو توی تو پوینت فانکشن هم نشون میده، به شرطی که بیای با اون روی ترمال شروع بکنی و تو پوینت فانکشن حساب بکنی. درست. خیلی ممنون. خیلی وقتا برعکس مثلا گفته میشه، همطور که آیتو گفتم، واقعیت اینه که شما زمان رو یوکلیدیان میکنید و نتیجه یوکلیدیان کردن زمان این میشه که کمیتاتون پریودیک میشن در زمان در بتا. به این معنا در واقع انگار زمان پریودیک شده، ولی این در واقع نتیجه ای از اقلیدوسی کردن رفتن توی چیز اوریدوسیه، زمان اوریدوسیه. ولی ما همطوری گفتم، ما مثلا به پارتیشن فانکشن نگاه میکنیم، پس به پارتیشن فانکشن رو مثلا اگه نگاه میکنیم میبینیم که این بایستی این در واقع مثلا خاصیت تریس معادل اینه که مثلا اون پریودیسیتی رو باید بذاریم توی سیستم. پس مثل این است که زمان پریود یا زمان اوریدوسی پریودیک شده. درست. خیلی ممنونم. آره اینجا در واقع این شکلیه که اگه زمان رو اقلیدوسی کنیم به صورت حالا، یعنی روی یک دایره مثلا کمپکت کنیم، نشون دهنده اینه که یعنی یک سیستم ترمالی میتونیم ایجاد کنیم با استفاده از اون.
و اون سیستم ترمال رو میتونیم دماش رو هم حساب کنیم. حالا توی اسلاید های بعدی بیشتر اشاره میکنیم که چطوری این کار میکنیم. همونطوری که گفته شد توی متر ریندلر میتونیم اونو با پولار کوردینیت ربط بدیم. به چه صورت؟ به این صورت که اتا رو مساوی آی فی در نظر بگیریم، ولی میدونیم که اگه فیمون دو پی باشه ما سینگولاریتی ایجاد نمی کنه، ولی اگه فیمون در واقع از دو پی کمتر یا بیشتر باشه این در واقع یک زاویه میگیره که شبیه یه مخروط میشه که توی آر صفر یه سینگولاریتی ایجاد میکنه. برای اینکه از این سینگولاریتی توی آر صفر جلوگیری کنیم لازمه که یه شرط بذاریم روی فی، و اون شرط اینه که فیمون فی به اضافه دو پی باشه، دوره ای باشه، و در این صورت اتا رو میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که اتا هم میشه اتای به اضافه دو پی آی. و اگه اون حرفایی که اون تبدیل کوردینیتی که برای اینکه شوارتشیلد رو به ریندلر تبدیل کنیم، اگه اونجا مختصه زمانی رو طوری انتخاب کنیم که فضای ما رو دوباره به فضای ریندلر تبدیل کنه، بتا رو متوجه میشیم که بتا رو میشه 8 پی ام، که حالا اینجا هم جی رو یک گرفته، خب میشه 8 پی ام، و چون بتا هم عکس زمان هست میشه 1/8 پی ام جی، که اینجا جی رو یک گرفته، که این همون دمای هافکینگ. حالا اگه بیایم تمام واحدها رو بذاریم، البته دقت کنید که دمای هافکینگ توی اکویلیبریوم، توی تعادل دمایی، توی تعادل گرمایی حساب شده، و اینجا اگه اچ بار رو به سمت صفر میل بدیم نشون دهنده اینه که در واقع دمای هاوکینگمون صفر میشه، و این یعنی ما بلک هول کلاسیکی برای رادییت کردن نداریم، یعنی بلک هول کلاسیکی تابش نمیکنه. و اگه سی رو به سمت بی‌نهایت، یعنی حد غیر نسبیتی رو در نظر بگیریم، معنی نداره، به خاطر اینکه ما توی نسبیت عام هستیم که سیمون فاینایت و نمیتونیم سی رو به سمت بی‌نهایت میل بدیم. حالا برای تابش آنرو یا اثر آنرو در واقع اینجا یه سری توضیحاتی میدیم که حالا شاید مهم باشه. میتونیم توی میدان‌های کوانتومی میتونیم یه فیلد رو کوانتایز کنیم، یعنی بر حسب عملگرهای خلق فنا. همینطور که شما گفتیم، یه سوال خیلی چگانه این آیا امکان این وجود داره که من حد غیر نسبیتی رو طور بگیرم که در واقع مثلا ترکیب اچ بار زد در سی به توان سه، یا ترکیب اچ بار سی به توان سه بخش بر جی فاینایت باقی بمونه؟ یعنی هم چیزی پیش بیاد، من نمیدونم خودم، فقط به عنوان یه، چون این سوال مهمیه که آیا خیلی از خواصی که ما مثلا دمای صحبت میکنیم این اول داستانه، یعنی دمای هاکینگ اول داستانیه که بعدا مربوط کنید، چه میدونم خیلی کمیت های دیگه که بعدا هم دمای صحبت میکنیم، مثل چه میدونم انتنگلمنت، انتروپی، چیزای عدیم. بله درست، همه اینا یه جورایی یه خاصیتی هن که هم کوانتومی هن، هم معمولا تصور میشه که نسبیتی هن. حالا و بعض وقتا حتی به صورت چیز، به صورت دقیقه اونو بعضی مثلا گفتن، مثلا فرض کنید خاصیت شبیه هم صحبتی که شما گفتید در حد مثلا فرض کنید غیر نسبیتی، این معنی نمیده. این مثلا توی چه میدونم، مثلا توی اگه یک بیتوریتون غیر نسبیتی باشه مثلا این خاصیت نمیتونه. درست، اینه که آیا این ترکیب میتونه، آیا میشه یه حالتی داشته باشیم که
اجبار به سمت یه اسکیلینگ لیمیتی در نظر بگیریم که ترکیب اینها سی به سمت بی‌نهایت وجود داشته باشه، ولی ترکیبش با اجبار مثلا باشه. یعنی یک کاتاف بذاریم یه طوری. کاتاف من مثل کاتاف نمیدونم، یه جوری در واقع میگم اجبار به سمت صفر میل بکنه، ضربشون بشه یه چیز فاینال. آره آره بله. بعد یه سوال این یه چیزی من دیدم، یک یه عده‌ای روی این داستان کار میکنن که حالا ندهیره این بلک هول گراویتی، ولی مدلایی که تو کاندنس متر میسازن مردم که اونجا هم شبیه همین هست، منتها خب اونجا دیگه سرعت نور نیست، علل اصول اونجا مثلا سرعت صوت توی اون محیط میشه و این پارامترها اینجا اونجا نیست. ولی جالبه که اونجا هم سعی میکردن، البته من نتیجهشو ندیدم که واقعا بالاخره چی میشد، ولی مثلا ببینن که اونجا هم یه چیزی شبیه تابش هاکینگ اونجا هم پیدا میشه تو اون مدل، یا نه چون اون وقت تابش هاکینگ اونجا نمیدونم مثلا امواجیه که امواج صوتی که اون سیستم میده یا اون فونونان، یه کارهای شبیه این کردم تو میگم تو کاندنس متر مردم روی این کار میکردم، ولی جزئیاتش رو یادم نیست. ولی خیلی این سوال جالبیه که این پارامترها رو اگر که یه جوری آدم بازی بکنه باهش. همینطوری به ذهنم آره آیا ما میتونیم به یه معنی غیر درست اگه غیر نسبیتش هم بکنیم انتظار داریم یه چیز شبیه همین بشه، فقط سیه احتمالا نمیدونم اینجا البته اجبار سیس به روی جی هم با همون طول پلانک رابطه داره که یک چیز محدوده. میشه اینطوری بگیم که چون این طول پلانک هم یک چیز محدوده، پس ضرب همه اینها بالاخره یک چیز محدود میشه. خب یعنی از این چون دیدیم که اینا باید با طول پلانک رابطه دارن، طول پلانک هم یه مقدار محدودیه، پس اون تعریف پلانک دیگه تعریفشه دیگه میکنم چیز مثلا تعریف طول پلانک. یه سوال دیگه میمخش نهی دکتر افشار میشه من یه سوال بپرسم، میخوام ببینم برداشتم از سوال شما درست بوده یا نه. شما در واقع همین سوالتون برمیگرده به اینی که در واقع تضادی که به نظر میرسه بین نسبیت و نسبیت عام و مکانیک کوانتومی هست، شما در واقع میگین که این تضاد رو میشه تو این دمای هاکینگ ببینیم یا نه؟ اونجا حالا مثلا گفته میشه که نمیتونیم این دوتا رو با هم دیگه تطبیق بکنیم، شما به شکل حدگیری میخواید به همون مبحث توی دمای هاکینگ نگاه کنید، درسته این برداشت؟ من اینجوری بهش فکر نکرده بودم. یه مشکلاتی که در مورد داستان کوانتوم و گرانش وجود داره برای جای خودش، فکر می‌کنم اون سوال خیلی شاید عمیق‌تر از یعنی سوال مهمتریه. من سوالی که داشتم میگفتم یه سوال خیلی ساده تر بود. ببینید مثلا نظر غیر نسبیتی، خب یه جور دیگه هم میشه گفت دیگه، وقتی من سرعت رو به سمت بی‌نهایت میل بدم یعنی حد سرعت ندارم، وقتی حد سرعت نداشته باشم یعنی که اصولا افق معنی نداره دیگه، افق باز میشه، این لایت کون ها همه باز میشن، لایت کونی وجود نداره. بعد بنابراین به یه معنا حالت ترپ سرفس مثل هورایزن اصلا تشکیل نمیشه، برای بلک هول به اون معنا معنی نمیده. این تقریبا معادل همین حرفی که ایشون گفتن، یعنی اگر سی به سمت بی‌نهایت میل بدیم این حالا میگن معنی نمیده، ولی چون پارامترهای دیگه هست من نمیدونم. داشتم میگفتم که آیا در واقع در حد کوانتومی اگر ببخشید در حد
خیلی کلاسیک، یعنی اچ بار به سمت صفر یعنی بکنه، ترکیب اینها میتونه فاینایت باشه. مطمئن نیستم این سوال همون سوال باشه، ولی خب شاید مربوط باشه. درسته، ولی من هنوزم حقیقتا متوجه سوال شما نشدم. فهمیدم که اون چیزی که تو ذهن منه اون چیزی نبوده که تو ذهن شماست، ولی هنوز سوال شما رو نفهمیدم. این حدگیری ها رو بالاخره خب وقتی سی به سمت بی نهایت نباشه، حالا یا اش به سمت صفر میل میکنه که میشه حد کلاسیکی، و یا اینکه محدوده که میشه حد همون کوانتوم دیگه. در من هنوز حقیقتا سوال شما رو متوجه نشدم. سوال اینه که من میتونم یک اسکیلینگ لیمیتی تعریف بکنم، در واقع در حد کلاسیک به معنای اچ بار به سمت صفر تعریف شده باشه. مثلا این دمایی که اینجا گفته نوشته شده، دمای هاکینگ، اینجا به ما نشون دادن که این دمای از خاصیت کوانتومی تئوری داره در واقع نشأت میگیره. یعنی اگر کوانتوم وجود نمیداشت تو اینجا بره معنی نداره، یعنی دما صفر، دمایی نمید. سوال من اینه که میتونه این اتفاق باری بیفته که مثلا اچ بار ضرب در سی به توان سه، همچنان که اچ بار به سمت صفر میل میکنه، سی به سمت سی مثلا طوری به سمت نهایت میل میکنه، این ترکیب فاینایت باقی بمونه. حالا اینکه آیا این اصولا به لحاظ آیا معنی میده، آیا هم چیزی وجود داره در طبیعت، میشه خواست اون سوال بعدی، ولی فعلا سوالم در حد یک فقط مشاهده بود. یعنی استاد منظورتون اینه که ما توی رژیم کلاسیک باشیم ولی تابش هاکینگ رو داشته باشیم؟ نمیدونم شدم. خب حالا ببخشید من خیلی متوقف کردم شما رو. نه خواهش میکنم، خیلی ممنون. برای تابش آنو یه سری مقدمات میگیم. اینجا توی QFT میتونیم یه فیلد رو به صورت بستی از عملگرهای خلق و فنا بنویسیم و در واقع میتونیم خلأ رو طوری تعریف کنیم که اگه عملگر نابودی رو بهش بزنیم صفر به ما میده، به اون حالت اگه عمل کنه صفر میده. ولی اینجا نکته ای که مهمه اینه که انرژی یک کمیتیه که به خود ابزرور بستگی داره، و الان ما دو تا مثلا اگه ابزرور ریندلر داشته باشیم و ناظر مینکوفسکی داشته باشیم، عملا باید مقادیر انرژی متفاوتی رو حس کنن. میدونیم که در واقع اکسپکتیشن ولیو هامیلتونی به ما انرژی میده، و خود هامیلتونی در واقع تایم ایولوشن رو برای ما جنریت میکنه، برای ما تولید میکنه. پس در واقع هامیلتونی به این بستگی داره که ما زمان رو چطوری در نظر بگیریم، مختصی زمان رو چطوری انتخاب کنیم. در واقع انتخاب زمان باعث میشه که ما هامیلتونی مختلف داشته باشیم و در نتیجه انرژی های مثبت مختلف داشته باشیم، و همچنین وکیوم استیت های مختلفی میتونیم داشته باشیم که بعدا میبینیم که وکیوم استیت مینکوفسکی با ریندلر خیلی فرق میکنه. اینجا برای این که دمای آن رو به دست بیاریم، شبیه همون کاری که برای دمای هاکینگ انجام دادیم، اینجا هم تکرار میکنیم. اما اینجا چون دیگه فضامون همون ریندلره و نیازی نیست که یک تبدیل خاصی انجام بدیم، متوجه میشیم که دمامون یک به روی دو پی هست،
از روی همین پریودیک کردن این اتا، خب که متناسب هست با اون تایم ترانسلیشن زمان ریندلر. اتا همون زمان ریندلر هست، مختصی زمان ریندلر. و الان اینجا در واقع اون چیکار دنسیتی متریسی که میتونیم واسهش بنویسیم به این صورته که این دو پی همون عکس دما هست و اون اچ اتایی که اینجا هست همون در واقع زمان اتا رو واسه ما جنریت میکنه، هامیلتونی در واقع توی فضای ویندلر هست. و این یه استیت خیلی خاصیه، خب که بعدا میبینیم به سیاه‌چاله ها خیلی مربوط میشه که به ما در واقع میگه که سیاه‌چاله ها هم در همین استیت قرار دارن. به همین خاطر در واقع ناظر بیرونی که سیاه‌چاله رو میبینه، در واقع میبینه سیاه‌چاله در یه استیت خاصیه که فرمال هست. و حالا در ادامه اینجا اگه بخوایم دمای آن رو به دست بیاریم، میتونیم در واقع ابتدا پراپر تایم رو به دست بیاریم. اگه یادتون باشه از اون متریک ویندلر که اول صحبت کردیم، اگه آر رو یک آر صفر ثابتی در نظر بگیریم، اون مختصه های شعاعی حذف میشه. و اگه اون ابعاد بالاتر رو هم در نظر بگیریم در دو بعد، پراپر تایم به این صورت در نظر حساب میکنیم که اینجا آر صفر در واقع چیزی نیست جز ریچیف فاکتور. پس اگه بخوایم دمای خود ترمومتر، اگه اون ناظری که در حال شتاب هست یه ترمومتر دستش باشه، در واقع دمایی که مشاهده میکنه با یه ضریبی روی یک به روی دو پی در واقع اون مشاهده میکنه که اون ضریب در واقع ریچیف فاکتوره. از نسبیت عام میدونیم که این یه رادیکال جی سف سف به روی جی اتا اتاست که این یکه. و این اینجا ضریب به این صورت آر سف در واقع داده میشه که این عکس شتاب هست. پس دمای آن رو میشه شتاب به روی دو پی. و حالا اینجا هم اگه تمام واحدها رو در نظر بگیریم، اچ بار و سی رو بقیه رو بذاریم، اینجا میبینیم که باز در حد اچ بار به سمت صفر دمای آن رو صفر میشه. و اگه سی رو هم به سمت بی نهایت میل بدیم، دمای آن رو صفر میشه. و از این نتیجه میگیریم که دمای آن رو یا اثر آن رو در واقع هم یک اثر کوانتومی هست و هم یک اثر نسبیتی هست. توی کتاب کرول کامل اثبات کرده که برای یک سیاه‌چاله یا اون ناظری که در نزدیکی افق هست، در واقع ای رو میتونیم برابر است با کاپ ها در نظر بگیریم. این اثبات داره، ای برابر است با کاپ ها میشه. و اینو اگه بذاریم داخل این رابطه بالا، میبینیم که این همون دمای هاوکینگ به ما میده. و یه طورای این به این معنیه که در واقع دمای آنو و دمای هاوکینگ یه طورای با هم معادلن، خب. و یه رابطه اینچنینی هم بینشون برقرار هست که این دمای هاوکینگه و این دمای آنو هست. رفتی ثابت بولتزمن رو چند چیزی ثابت کردی؟ چون این رابطه قبلی سی به توان سه بود، یه رابطه دمای چیز دمای هاکینگ رو یکی دو تا اسلاید قبل‌تر بیاریم. بار قبل سی به توان سه بود به هشت بیجی دوست. این الان با اون فرق داره. ثابت بولتزمن رو ثابت بولتزمن رو هم فرق دارن. آره فرق دارن. البته اونجا که حالا در مورد اون بلک هول صحبت کردیم اینا، اونجا همه رو یک گرفتیم، همه این ثابت ها رو یک گرفتیم. نمیدونم، شاید هم خودم اشتباه املایی داشتم، نمیدونم، یعنی شاید اینجا هم داره، ولی فکر نمی کنم این ثابت بولتزمن داشته باشه. دمای هاکینگ من یادم نیست ثابت بولتزمن که اینجا وارد نمیشه. بله. تو محاسبه از کجا وارد میشه ثابت بولتزمن؟ من این رابطه رو از یک
کتابی دیدم و نوشتمش، چون این هارتمن فقط این معادله رو نوشته، من اینو از یه منبع دیگه ای نوشتم. نه این که شما توی کادر زرد گذاشتید اینم نوشته. خود هارتمن هم نوشته اینو؟ من ندیدم اینو نوشته بود صفحه 37 آها نوشته. پس ثابت بولتزمن داره، ثابت بولتزمن داره، فقط میدونم از کجا میاد. الان توی واحدهایی که الان استفاده کردین، این واحده با اون واحده که برای دمای هاکینگ بود تطابق نداره، نمیشه نه مقایسه کرد. آره منم متوجه این نکته شدم، خب ولی وقتی همه رو یک بگیریم انگار با همدیگه رابطه دارن. من توی حالا آی دکتر اگر که ثابت بولتزمن یک نذاریم تو اون رابطه قبلی رو بیار، اونجا یه دونه کای بولتزمن هم میخواد، اون رابطه که برای بلک هول نوشته بودی. آی اینجا این تقسیم بر یک کی بولتزمن هم میشه. کی بولتزمن از کجا میاد؟ این چون انرژی ها رو مساوی میذاریم، اون KTA که میشه انرژی اون طرف، آها اون ور آها فکر میکنم باید برای که واحدش درست در بیاد یه دونه K باید بشه. B به توان 3 چی؟ اونجا C تو مخرج، اونجا C به توان 3 هست. یه لحظه اینو من چک کنم. بعد نکته دیگه هم اینه که G نیوتون هم نداره توی آنگلوتون. ببخشید این ثابت بولتزمن از دو هم تعریف بتا مگه نمیاد؟ یعنی بتا توی هر دو تا چه کونرو چه هاکینگ هست و اون از تعریف معکوس دما میاد دیگه، نه؟ توی هر جفتشون باید باشه. احتمالا هارتمن یادش رفت که اینجا برای هاکینگ هم بذاره، ولی خب حالا اون نقطه‌ای که داشتم میگفتم خیلی جالبه که دمای هاکینگ حتی غیر نسبیتی براش معنی نداره ولی برای اون رو معنی داره که میشه استفاده. و همین که برای اون عزیزی که شاید هم این در واقع توضیح اون مطلب باشه. این مقایسه دمای هاکینگ و دمای آنجو رو من نمیداری نیست. حالا بفهمم شما باید باز دو شو نمیفهمم چرا دو میاد، باید یکی میشد علال اصولا، چرا یه دو فرق میکنه؟ آها دو نیست، یه دونه ضریب چهار فرق میکنه. آها نه درسته درسته، این خط آخر نوشتم دیگه. خب اون جی رو شما میگید ای یک روی چهار ام جیه. من خب اون دمای کی بتار هم بعد یه چیز دیگه هم که از همونتا که آقای دکتر میگم اون سی به توان سه تو صورته. فکر کنم این کاری هم که نوشتی یک روی چار جی ام نیست آقای آمری، این هم توش همش سی و اینا داره. آها بله درست، احتمالاً اینجا اشتباه نوشتم. آره درست میگم، چون برای افق این نوشته شده و افق خب یه سی هم داره. درست کی بذار چی میشه؟ این که میگی دو فرق میکنن خودت کشف کردی یا جایی نوشته بود؟ نه نه اینو من
لکچه های هارلو دیدم، اینو توضیح میداد، میگفت که اینا با یه دو فرق دارن به این صورت. میباشم من خط آخر اصلا متوجه نمیشم. برای سیاه چاله سرفس گرافیتی میشه یک برای 4GM، برای ناظر شتابدار سرفس گرافیتی میشه شتاب. چرا اینا رو با هم دیگه مساوی قرار دادیم؟ این یه چیزه، اون یه چیز دیگه هست. توی کتاب کرول توضیح داده که میتونیم اینو اثبات کنیم که کاپا برابر است با A میتونه باشه برای اون ناظری که درسته. ببین آقای تو سرفیس یعنی یه کمیت رو برای دو تا موجود متفاوت حساب کردیم، یه بار برای یه ناظر شتابدار که حالا مثلا ناظر ریندلر اگه بخوایم اسمشو بذاریم، و یکی هم برای یه نفر که نزدیک سیاه چاله هست و داره تابش هاکینگ رو میبینه، ولی جفتش سرفیس گرویتیه، ولی اینا رو نباید مساوی با هم قرار بدیم دیگه. نه ثابت میکنی یکی میشه، هر دو تاش یه چیز در. اگه این دو تا با هم یکی باشن، خب میدونیم سرفیس گرافیتی برای چیز، برای بلک هول میشه یک برای 8 GM، که خب طبیعتا اون یه دومه دیگه قشنگ معنی میده. همینجا تو لول سرفیس گرافیتی میتونیم ببینیم که ضریب دو با هم فرق داره. تو چند تا اسلاید قبلی اونجایی که حد نیر هورایزن از شوارتشیلد میگرفتید، اونجا اینو فکرم به دست آورد. آره اونجا هم وارد کرده توی حد نیر هورایزن اینو، خودش هدفش این بوده که بعد که دما رو خواسته به دست بیاره متناسب با این کاپا بشه. اونجا فکر میکنم هدفش این بوده. من اینطوری میفهمم از روی تشابهش با متریک ریندر، من A رو میتونم بخونم. درسته. البته این برای سیاه چاله است، یعنی بلک هول. اون آره نیر هورایزن بگیرم، اگر حد نیر هورایزن بگیرم از بلک هول. بله بله درست. بعد مقایسهش بکنم با متریک ریندر، اونجا میتونم A رو بخونم. آره. البته حقیقتش رو بخواین زیاد در مورد این هارتمن توضیح نداده، فقط گفته میتونیم ثابت کنیم که A برابر با کاپا میشه و گفته جزئیات خیلی زیادی توی کتاب کرول هست. منم نگاه کردم اونجا کامل اثبات کرده که کاپا برابرش با A میشه. حالا ادامه بدم یا این توضیحاتی که اینجا هست تقریبا تکرار میبخشیم؟ قبل از اینکه منظره بخوام، قبل از اینکه ادامه بدیم، پس این قمارف استبلیش شد که دمای اون رو حد نسبیتی داره و همیشه صفر، ولی دمای هاکینگ حد غیر نسبیتی نداره. آره نه، در واقع اونجا نمیتونیم بگیم، اونجا چون نسبیتیه کلا، یعنی ما توی نسبیت عام هم یه وقتی میگیم حد غیر نسبیتی نداره، یعنی نمیتونیم ازش اون حد رو بگیم. یعنی ولی هر جفتشون حد کلاسیکی یعنی غیر کوانتومی دارن و برای هر جفتشون معنا داره. درسته. هر دوتاشون هم نسبیتی هستن به نظرم، چون اونجا ما توی نسبیت عامی، خب اینجا هم برای ناظر میتونیم حالا این حد رو بگیم، یعنی هر دوتاشون هم نسبیتی هستن هم کوانتومی هستن، چون اونجا توی نسبیت عام هم هستیم. بذار اینجور بگم، یه لحظه بیاریم همون دمای عمرو رو. اینکه یه ناظری توی فضای فلت بخواد این تابش گرمایی رو حس بکنه، چیزی که من از این رابطه میفهمم اینه که اولا باید اثرات کوانتومی براش قابل اندازه گیری باشه، مثلا حالا ترمومتری که داره یه سیستم کوانتومی باشه. یه دوم این که فقط شتاب داشته باشه کافی نیست، باید اون شتابی که داره
سرعتش هم از اوردر نسبیتی باشه. احتمالاً آره اینطوریه. من چیزی که متوجه شدم اینطوریه که باید خیلی خیلی سرعت بالایی داشته باشه. یعنی اون تغییرات سرعت بالایی داشته. ربطی نداره به شتاب. هر شتابی داشته باشه باید اینو ببیندش. قیدی نمیذاره رو شتاب که. من حرفم همینه. این شتابش کار نداریم. خب هرچی شتاب بیشتر باشه دما بالاتر میره و محسوس‌تر میشه. بسیم اینه که برای اینکه اصلا این وجود داشته باشه براش سرعتش هم باید نسبیتی باشه. خب سرعت خودش که مهم نیست. سرعت نور تو مخزن اضافه شده. سرعت در مورد سرعتش که ظاهر نشده که ها شتاب باشه. راست میگه سرعت تو این رابطه نیست. شتاب هست. البته میتونیم اینطوری بگیم که هر چی شتاب بیشتر و بیشتر باشه این اثرات بیشتر خودشون نشون میدن. و وقتی شتاب خیلی کم باشه میتونیم بگیم که تقریبا این اثر خیلی کمه و میتونیم ازش صرف نظر کنیم. ممنون. خواهش میکنم. این همون توضیحاتی که تازه دادیم هم همینجا باز حالا توضیح میدیم. برای مینیکوفسکی خب اگه اون اپراتور رو عمل کنیم به روی استیت غلب ببخشید من میتونم یه سوال ساده بپرسم؟ بله میشه برگردین استیت غلب؟ الان فرمودین که این آیه مشخصه این آیه که اینجا توی تابش آن رو دارین شتابه. خب این اگه یه ناظری شتاب نداشته باشه خب یعنی این دما رو متوجه نمیشه درسته؟ چرا متوجه میشه مگر اینکه در نزدیکی یک میدان گرانشی قرار داشته باشه. من اتفاقا بعدن مفصل در مورد این صحبت میکنم در مورد این سوالتون. خب ما مثلا میگیم که ما مثلا مگه اینجوری نیست که مگه قرار نیست که فیزیک تو دستگاه‌های مختلف یکی باشن؟ درسته. مثلا اگه این اصل هم ارزی مگه اینو نمیگه؟ خب مثلا خب پس الان باید اون ناظری که شتاب نداره با اون ناظری که شتاب داره من با دیف و مورفیزم میرم این دوتا رو به هم دیگه مف میکنم باید یه چیز رو ببینن و حس کنن. درسته. پس الان این آیه که توی این صورت هست ولی یه چیز دیگه میگه. یعنی شما فرمودین که هرچی شتاب بیشتر باشه این دما رو بیشتر و بیشتر میفهمه یا دماش بیشتر یه همچی چیزی گفته. ولی خب که خب بفهم این برای ناظر شتاب داره اما میتونیم ما یه دستگاهی انتخاب کنیم طبق اصل هم ارزی که دقیقا با این معادله و میتونه اون هم در واقع دمای آن رو حساب کنه که من به نظرم تا چند تا اسلاید بعدی من اینو کامل بحث میکنم که خب ناظری که شتاب نداره حالا غیر از اون ناظر خاصی که شما میخواین پیدا بکنین خب اون ناظری که اصلا شتاب نداره چی؟ مثلا اونی که شتاب داره میگه من یه دمایی رو دارم اندازه گیری میکنم بعد خب این ناظره با دیفومورفیزم باید وصل بشه به یه ناظر دیگه ای که شتاب دار نیست. خب شتاب اون میگه پس چرا ما دوتا داریم فیزیکای متفاوتی رو میبینیم؟ این یه ذره یعنی این با اصلا همارزی در تضاد نیست؟ نه اون ناظری که حالا بعدم میخوام در اون دوش صحبت کنم اون شتابدار نیست. خب و حالا به نظرم توی اسلاید های بعدی روشن میشه به خاطر اینکه به خاطر همون اصل همارزی اگه همون دوتا آسانسور رو در نظر بگیرید که یکی روی کره زمینه و یکی داره با شتاب حرکت میکنه در واقع اونی که به سمت مثلا بالا داره حرکت میکنه با شتاب جی هیچ تفاوتی حس نمیکنه با اینکه خودش روی زمین هست یا داره توی فضا با شتاب حرکت میکنه. نه من فکر میکنم که یه چیز دیگه خانم آقا میپرسه. میگه تو با یه تبدیل دیفومورفیز از یه فلات اسپیس رفتی توی یه کوردینیت دیگه توی همش هم تو فلات اسپیسه. خب میگه چرا یکیش ترمال میبینه یکی ترمال نمیبینه؟ اینو داره میپرسه. اون که خب آره توضیحی که داری میدی میگه که آره این اون رو افکت این چون شتاب داره شبیه سیستم گرانشیه اون اوکی این باش. سوال خانم آقا میره یه جای دیگه است. میگه که چرا مگه قانون نسبیت به ما نمیگه که باید تمام دستگاه مختصات شبیه هم ببینن اینو فیزیک یکسانی ببینن؟ چرا یکیش ترمال میبینه یکیش نمیبینه؟ بله. من فکر میکنم که نکتش اینه اگه اشتباه نکنم باز آقای دکتر یا بقیه هم نظر بدن
این چون ناظر شتاب داره است دیگه لح نیستش، بنابراین دیگه نمیتونی با اون قوانین نسبیت خاصی که دوتا اصل نسبیت خاص حرفاتو ادامه بدی. یه دستگاه شتاب داره دیگه. خب ما داریم اصل هم ارزی راجع به دستگاه شتاب دارم صحبت میکنیم دیگه، ما داریم راجع به نسبیت عام صحبت میکنیم، راجع به نسبیت خاص صحبت نمیکنیم. نه اون سوال شما ولی نسبیت خاصیه، من اینو میگم. اصل هم ارزی؟ نه نه، این که میگید چرا یک دفومورفین زدم فلت بوده دیگه، یه تغییر متغیر دادم رفتم توی دستگاه دیگه، چرا این دوتا یه فیزیک نمیبینن؟ من میگم که فیزیکی نمیبینن به خاطر اینکه یکیش لخت یکیش لخت نیست. حالا اون که بعد حالا هم ارزی وجود داره و این شبیه گرانشیه چه همین داستانه که الان مهدی تعریف کرد، اون قسمتش ما مشکل ندارم باش. ولی غیر از اون شما بین دوتا دستگاه مختصات تخت، یعنی هر دوتاشون تختن دیگه، یعنی مثلا شما اونجوری که من متوجه شدم اینه که هم اون این دوتا ناظرا هر دوتاشون توی دوتا فضای تختن، درسته؟ این دوتایی که ما داریم در نظر میگیریم هر دوشون آره آره توی آره دیگه تو فضای تخت شتاب داره. هر دو کدوم را هر دو یعنی چی؟ کدوم ها هر دوشون؟ اونی که الان تو فضای ریندلره با اونی که مثلا حالا من میگم یه ناظری باشه که توی یه فضای دیگه باشه با دیفورمورفیزم، این دوتا رو بخوایم به هم دیگه ارتباطش بدیم، الان این میگه که اگه شتاب نداشته باشه دما اندازه‌گیری نمی‌کنه، ولی خب اگه این چیزی که الان اینجا به دست آوردن میگه که هرچی شتاب بیشتر باشه دمای بیشتری هم احساس میکنه. اگه فکر کنم نمیدونم منظور کنم، اگر اینی که دما یک مفهوم ناظر دیپندنت هست حرفتون درسته، اگه منظورتون اینه دما به عنوان یه چیز فیزیکی، یه ویژگی فیزیکی، من توقع دارم که بین این دوتا ناظر یکسان باشه، یعنی اگه اون یه چیزی رو گزارش میکنه اون یکی ناظرم همون چیز رو گزارش بکنه. شما میفرمایید که ناظر دیپندنته؟ اینطور که من میفهمم بله. یه نکته مهم دیگه هم هست، البته تو حرفای دکتر افشار هم بودش که میگفتن ببینید ما یه تغییر متغیر میدیم ولی این تغییر متغیر سینگولاره، یعنی تو آر مساوی صفر سینگولاریتی داره، در صورتی که تو متر مینکوفسکی معمولی که هستید شما این چیزو ندارید، همینه که باعث میشه که اون وقت شما بیاید اون دماه رو به دست بیارید، همین وجود همین سینگولار پوینت هست در واقع. آقای دکتر، الان دکتر افشار میفرماین که دما به ناظر وابسته است. درسته دیگه. آره. به خاطر که انرژی به ناظر ربط داره دیگه. همه چی به ناظر ربط داره. هر چه استیتی که شما میگیرید، هر انرژی آیگن استیتاتون، هر چی که دارید از جمله دما. احتمالاً جلوتر در مورد این صحبت می‌کنم. واقعاً دو تا ناظر و کیمای مختلفی رو مختلف می‌بینن. درست. ممنون. خواهش میکنم. دست فقط آقای آمری چقدر دیگه مونده تموم شده؟ چند تا صفحه دیگه داری؟ تقریبا نصف این چیزی که گفتم دیگه نصفش مونده. خیلی خلا ادامه بده. این همون چیزی که تازه گفتیم، اگه استیت خلا مینکوفسکی رو در نظر بگیریم روی خلأ تأثیر عمل کنه صفر میده، ولی خب ما الان برای ناظر ریندلر که توی استیت خاصی قرار داره لزوماً دیگه صفر نیست و چون خلأش در واقع اکسایت شده است، یعنی حالتهاش اکسایت شده، در واقع باید یه طور دیگه تعریفش کنیم و حالا با استفاده از یه سری ذرایب، یعنی عملگرهای جدید، خب میتونیم در واقع اینطوری تعریف کنیم که اون صفر نمیشه و اون استیت خلأ مینکوفسکی با استیت خلأ ریندلر تفاوت زیادی داره.
و اینکه حالا اون دمای ویندلر هم هیچ اثری روی اون فری فیلد های مینکوفسکی نداره و اینکه دمای ویندلر هم با استفاده از سیمتری ها ثابت شده و برای تئوری هایی که اینتراکتینگ هستند مثل QCD هم برقراره و این وکیوم مینکوفسکی رو اگه شکلی در نظر بگیریم این روش عمل کنه صفر میده. اما برای ویندلر وکیوم باید یه استیت دیگه ای رو تعریف کنیم که بر حسب مودهای لفت وج و رایت وج همون ویندلر هست که اینجا این چیزی که اینجا هست پی به روی ای این همون دماش هست و اینجا هم یه فرکانس هست که به این میگن ترموفیل دابل استیت و دلیل این که بهش میگن دابل استیت اینه که بین لفت و رایت در واقع دوتا استیت لفت و رایت داره و اینجا دیگه اون حالا یه سری ضرایب بهش میگن بوگلی بوف اونجا دیگه متوجه میشیم که اگه روی این عملگر فنا رو عمل تاثیر بدیم این صفر نمیشه به خاطر اینکه وکیوم ها کلا فرق میکنن با هم دیگه. حالا اگه بخوایم با یه شکل بهتر اینو توضیح بدیم اگه یه ناظر مینکوفسکی داشته باشیم که دمای اون رو خب صفر حساب میکنه و یکی هم دمای اون رو کسی که شتاب داره دمای اون رو غیر صفر حساب میکنه این اگه این ناظر مینکوفسکی بخواد متوجه بشه که این در واقع اثر اون رو یک اثر واقعی هست این باید یک ترمومتر حمل کنه و وقتی اون ترمومتر مقدارش تغییر کنه به این یه سیگنال مثلا نوری بده خب و این در واقع خلایی که این حس میکنه استیت هاش برانگیخته شده است استیت هایی که اطراف اینه این به خاطر اینه که در واقع چگالی انرژی تغییر کرده چگالی انرژی که تغییر کنه کوانتوم فیلد تئوری اون فیلد هامون اکسایت میشن فیلد های خلامون اکسایت میشن و این تقریبا یک به اصطلاح میگن حمام گرمایی حس میکنه خب و این در واقع میتونه متوجه بشه که این یک اثر واقعیه یعنی یه اثر فیزیکی واقعیه و اگه بخوایم به یک کلوین برسیم باید شتابی که این داشته باشه 2.5 ضرب در 10 به تمام 20 متر بر مجهول ثانیه است پس یعنی در واقع یک دمای خیلی خیلی پایینیه این دمای آن رو خب برای تشخیص دادنش باید شتاب خیلی بالایی داشته باشه بخشید من یه سوال بپرسم الان همون استایدی که الان قبلیه رو بیاین یعنی اینکه این ناظر مینکوفسکی میبینه که حالتهای خلای شما حالتهای خلای اون ناظر ریندلرتون انرژیشون به واسطه دمای زیاد بیشتری که داشتن بیشتره بعد میگه بعد از اینجا میفهمه که احتمالاً این ناظر ریندلرتون مثلا یه دمای بیشتری نسبت به خودش مثلا اندازه گیری میکنه یا توی دمای بیشتری زندگی میکنه منظورتون این بود؟ من منظورم اینه که کلن اینا خلعشون فرق میکنه ویندلر ناظر ویندلر یک خلع دیگه ای داره که دورورش در واقع میدان ها اکسایت میشن اون استیت خلع اکسایت میشه و مثل اینکه در واقع در هر طرفی این نگاه کنه این ناظری که شتاب داره از هر طرف نگاه کنه میبینه تابش داره به سمتش میاد و اون تابش ناظر مینکوفسکی چجوری میخواد متوجه بشه که این مثلا یک ترمومتر حمل میکنه این ناظر شتاب داره ترمومتر حمل میکنه و به محض اینکه مثلا یک کلیک بخوره یک اختلاف دمای خاصی رو حس کنه مثلا طوری تنظیم شده باشه که یک سیگنال نوری به این بفرسته خب و این اندازه‌گیری این ناظری که اینجاست ناظر مینکوفسکی خودش هیچ اندازه‌گیری نمیتونه بکنه که بفهمه شما ناظر ریندلر که مثلا شما باشین من فکر میکنم میتونه حساب کنه ولی چیزی که میبینه ای به روی دو پی نیست بلکه یه چیزی که یه ضریبی خورده یه ضریبی ضربه در ای به روی دو پی نمیدونم شاید هم دقیق نمیگم ولی من فکر میکنم یک چیزی متناسب با دمای آن رو حساب میکنه نمیدونم اگه
بقیه نظری دارن ممنون میشم. ببینید وقتی در مورد اندازه گیری صحبت میکنیم، شما دو تا در واقع دو تا چیز تو ذهنتون میاد، یکی اون اپراتوری که دارید اندازه میگیرید، یکی اون استیتی که دارید روش اندازه گیری انجام میدید. تحت این تبدیل مختصات هر دو اینا تغییر میکنند. بنابراین اگر منظورتون اینه که ابزرور اون در واقع مشاهدگر میکوفسکی اپراتور انرژی خودش رو میخواد روی خلأ خودش حساب بکنه، خب صفر میگیره. اگر اپراتور خودش رو میخواد روی ریندلر ابزرور حساب بکنه، بله دمادار رو میگیره. من منظورم این بود که آقای دکتر، یعنی مثلا فرض کنید که شما ناظر ریندلرین، مثلا من ناظر مینکوفسکی هم، بعد شما ادعا میکنین که من دارم یه دمایی رو اندازه گیری میکنم اینجا مثلا واسه حالتام یا حالتهای یا طبق اون چیزی که فرمودن، شما میفرمایین که من حالتهای خلأم فلان انرژی حالت برانگیخته داره، حالا مثلا من یا میخوام اون حالت خلأ رو اندازه بگیرم یا میخوام مثلا این دمایی که شما دارید ادعا میکنید رو اندازه بگیرم، این ناظر مینکوفسکی با این تفاصیلی که تا اینجا فرمودین ارتباط بین این دوتا ناظر وجود داره و هست، میتونه مستقل از اون چیزی که شما دارین اندازه گیری میکنین این دمایی که شما ادعا میکنید رو اندازه بگیره؟ مطمئن نیستم. یا اثراتش رو میتونه متوجه بشه؟ منظورم اینه که خودش اندازه گیری ها رو انجام بده. درست. من فکر میکنم جواب مثبته، به این خاطر این فکر میکنم که از نظر فیزیکی مثل این است که ناظر مینکوفسکی یک ناظریه که در فاصله خیلی دور از بلک هول نشسته و دمای بلک هول میتونه اندازه بگیره. ناظری که نزدیک هورایزن هست مثل ناظر ریندر، ولی ناظری که خارج از بلک هول هست، مینکوفسکی، ناظر مینکوفسکی هست، اون دما نسبت میده به بلک هول. به خاطر همین پرسیدم، یعنی میدونید به عنوان یه ناظری که مثلا ما به عنوان موجوداتی که خارج از اون بلک هول ایم، میخوام بدونم که شاید ما متوجه مثلا شاید خیلی از اثرات نمیتونیم بشیم یا نمیتونیم اندازشون بگیریم، نمیتونیم جای اون ناظری هم که توی هورایزن هست هم باشیم. خب اینجوری یه سری اطلاعات رو از دست میدیم، درسته؟ یعنی بهتر شاید، حالا من نمیتونم با دقت دقیق بگم، ولی چیزی که میشه گفت اینه که اون اصل چی بود؟ اصل سستیند کامپلیمنتاریتی، اصل عملیات که هر کدوم از این ناظرها روش خودشون رو برای توصیف بلک هول دارن بالاخره، و همزمان نمیشه اینا رو با هم چیز کرد، ولی هر کدومشون توصیفی دارن از بلک هول. این چیزی که من میفهمم اینه، یعنی من به عبارت بهتر شما قوانین رو باید چک بکنید. اگر قانونی دارید به نام قانون مثلا دوم ترمودینامیک، قانون دوم ترمودینامیک چه برای این ناظر چه برای اون ناظر با روش محاسبه خودشون برقراره، این یه انرژی نسبت میده یه دما نسبت میده، حالا هرچی به هر ترتیبی هست بالاخره اون مثلا قانون برقراره. چیزی که من میفهمم اینه، ولی می کنم یه جوری ربط به اون اصل کامپلیمنتاریتی داره. یعنی اینا مکمل هم هستن، توصیف ناظر خارج و توضیح ناظر نزدیک هورایزن. اینطور نیست که مثلا بله از نظر ناظر مثلا دوردست یه هورایزن وجود، اون هورایزن میبینه اونجا، ولی ناظر نزدیک هورایزن
او من تازه دارم یه چیزی رو اشتباه میکنم، ببخشید لطفاً. تو تو مفهوم یه ناظر دیگه ای رو من داشتم صحبت میکردم، ناظر لخت، ناظری که در حال افتادن توی هورایزن. این با ناظر ریندر فرق داره. ناظر ریندر ناظری که نزدیک هورایزن داره اون شتاب رو حس میکنه. ببینم درستم بیشتر کانفیوژن ایجاد کنم. حالا شما ادامه بدید بعد. خیلی ممنونم. ممنونم آقای دکتر. من اینجا هم یه چیز یادم رفت بگم. این در واقع اون ناظری که، یعنی ناظر میلکوفسکی که ناظر ریندلر رو میبینه این شکلی در واقع اینو حساب میکنه. برای بلک هول اونجا دیگه اسمش رو ترموفیل دابل استیت نمیزن، اسمش هست هارتل هاکینگ استیت، و اون هم بر یه فرم اینچنینی داره که شبیه فضای اون استیت میلکوفسکی هست. و اینجا اگه یه ریویو داشته باشیم از اصل هم ارزی، اینه که شما سمت چپ اگه شکل رو در نظر بگین، کسی که در حال سقوط آزاد باشه یا کسی که توی فضا ساکن باشه، اینا یه چیز رو حس میکنن. یعنی اون کسی که داخل مثلا آسانسور باشه نمیتونه متوجه بشه بیرون، نمیتونه متوجه بشه که در حال سقوط آزاده یا اینکه توی یک فضاست. و اینجا هم به همین صورت، کسی که در واقع روی زمین نشسته و شتاب جی حس میکنه با کسی که با همون شتاب در حال مثلا پرواز توی یک موشک باشه نمیتونه این تفاوت رو حس کنه. حالا من میخوام اینو ربط بدم به بلک هول ها و اینا. این تصویری که اینجا هست دقیقا شبیه این تصویری که اینجا سمت چپ هست. این دمای آنو حس نمیکنه. کسی که هم فری فالینگ داره به سمت سیاه چاله، سقوط آزاد داره، به خاطر این دمای آنو حس نمی کنه، چون در حال سقوط آزاده. و طبق نسبیت عام از معادله ژئودزی می دونیم که کسی که روی ژئودزی حرکت می کنه شتابش صفره. به همین خاطر در واقع دمای آنو حس نمی کنه. و حالا اگه این تصویر رو در نظر بگیریم، این تصویر معادل این تصویری که سمت راست هست، کسی که در حال شتابه. کسی که در حال شتابه همونطور که خیلی در موردش تازه صحبت کردیم، دمای آنما رو غیر صفر حساب میکنه. ولی اگه کسی رو ساکن در نظر بگیریم در نزدیکی یک جسم مسیف، خب اونم دمای آن رو باید غیر صفر، طبق نسبیت، طبق اصل هم ارزی، اونم باید دمای غیر صفر رو حساب کنه. مثلا فرض کنید این با یه تنابی چیزی وصل باشه که بذاریم نیفته، ساکن باشه، ولی در یک میدان گرانشی به صورت استاتیک قرار گرفته باشه، اونم باید دمای آن رو غیر صفر حساب کنه. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که این در صورتی دمای آن رو غیر صفر حساب میکنه که در استیت بلک هول باشه، یعنی در نزدیکی یک سیاه چاله باشه. مثلا اینجا اگه کره زمین باشه این دمای آنو حساب نمی کنه. خب چیزی که من متوجه شدم این شکلیه. خود هارتمن هم این شکلی توضیح داده و گفته دلیلش اینه که در واقع در نزدیکی بلک هول اون میدانهای کوانتومی در این استیت خاص قرار داره، استیت ویندلر قرار داره، ولی در نزدیکی کره زمین مثلا یا خورشید میدان‌ها در این استیت قرار ندارن. به همین خاطر ناظر در واقع نزدیکی مثلا میدان گرانشی زمین دمای آن رو حس نمی‌کنه، بلکه اون کسی که فقط در نزدیکی افق یا مثلا خیلی دور از افق باشه دمای آن رو حس می‌کنه. و حالا از اینجا سوالی نیست، نمی‌دونم واضح گفتم یا نه. و مثلا اینجا هم من یه شکل دیگه آوردم که مثلا یه ماهواره است داره یه حرکت شتابدار دور کره زمین میزنه. این درسته در یک میدان گرانشی قرار داره، ولی چون دمای آنو اگه حساب کنه به خاطر شتابدار بودنشه. خب و من اتفاقا این چیزهایی که الان اینجا دارم میگم هارتمن نگفته، ولی من گفتم شاید جالب باشه آوردم. من این سرچ کردم که دیدم آیا تست کردن دمای آن رو به وسیله مثلا یه
ماهواره، ظاهرا این سری مقالات هستن که مربوط میشن به این کار که در واقع اون ماهواره که میچرخه مثلا چطوری میتونیم دمای آن رو واسش حساب کنیم. اما حالا میرسیم به بخش اون شکل قبلی که داشتیم، همه رو اوکی قبول، خیلی هم خوب بود و کمک کرد به درک مطلب، ولی ماهواره درسته که حرکت دایره ای انجام میده، ولی اونم فری فالینگ حساب میشه، اونم به جیودزی. آره ولی اون فری فالینگ در واقع یعنی شما منظورتون اینه که اون مداری که داره جیودزیه؟ بله مدار جیودزی. فکر کنم اون چیزی که حالا شما سرچ کردین اینه که موقع اصطلاحاً لانچ شدن، یعنی موقعی که داره میره روی اون مسیر روی حرکت شتاب دار داره، اونجا باید دوام، چون موقعی که روی حرکت مداری خودش هست که روی جیودزی دیگه. آها پس آره راست میگین، درسته. پس من اینو میگم، از من به چیزی ندیدم، پس اگه اشتباه باشه ببخشید اگه اشتباهی اینو بودم. نه ممنون، مرسی، چیزای خیلی خوبی. قربان شما، خواهش میکنم. ببخشید، این که حالا کلا فرمودین که مثلا وقتی که فری فالینگ میکنه این دما رو به هر حال طبق اون رابطه‌ای که داشت میتونه حساب بکنه، منتها حسش نمیکنه، یعنی این که همین اولیه که فری فالینگ نوشتین، یعنی هیچ دمایی رو حس نمیکنه، ولی اصولا بابت میدونه که مثلا داره توی یه شتابی به هر حال وجود داره بابت این بلک هوله، محاسبش میکنه و مثلا حالا یه ذره خنده داره این حرفی که دارم میزنم، میتونه انرژی خیلی زیادی داشته باشه، مثلا فرض کنید نظرتون بهتره که از بین بره، خب بعد اون وقت چه اتفاقی میفته؟ یعنی یهو میبینه که نابود شده بدون اینکه، مثلا منظورم که میتونه بسوزه ولی ندونه که چرا داره میسوزه. نه دیگه، این هیچ اتفاقی واسهش نمیفته، به خاطر اینکه این اصلا توی فضای مینکوفسکی قرار داره، یعنی فضای اسیمپتوتیک لیفلت قرار داره این ناظر، خب و شتابی حس نمیکنه اصلا، خب شتابدار نیست، خب این دقیقاً لوکالی حس نمیکنه، اگه منظور اصل چیز باشه، اصل همرزی باشه، فکر میکنم البته آقای دکتر قدسی میشه کمک کنید راجع به این مسئله؟ من دارم هنوز رو اون حرفایی که مهدی زد و نقل قول کرد از هارتمن دارم فکر میکنم که میگه اگه این بلک هول رو برداری جاش خورشید بذاری این اون افکت وجود نداره. من نمیفهمم، اگر یه ناظری داشته باشه بیرون یه چیز تقارن یه جسم با تقارن کروی باشه، همیشه مینکوفسکی میبیندش، از نظر کلاسیکی مینکوفسکی میبینه اینو، بنابراین چرا اون که نمیتونه تشخیص بده که جلوش بلک هول هست؟ آره بخشی شوارزشیلد میبینه، اون که نمیتونه تشخیص بده الان اون جلو فرض کنید به فاصله واسطه دیگه، مثل همین پایین پایینیه که داره، آدم پایینیه نفر چهارم، این از کجا بفهمه که روبروش بلک هوله یا یک ستاره است؟ یعنی میاد دمای اون رو اندازه گیری میکنه بعد میفهمه که جیومتری یه چیزه شوارزشیلده ولی یکیش بلک هوله یکیش نیست؟ من میفهمم که باید یه جفت خاکی یه جفت ذره پاد ذره تشکیل شه، پاد ذره مثلا بیفته تو بلک هول، ذره بره بیرون، خب همین اتفاق میتونست مثلا برای ستاره هم بیفته، پاد ذره سقوط کنه رو سطح ستاره، ذره بره. من یه چرا میگه برای بلک، من چرا هورایزن، این به این هورایزنه که میذاری اینجا به نظر میاد یه اتفاقی میفته که اون آدمه بیرونیه با اندازه گیری کردن دمای اون رو میفهمه، حرفی که هارتمن میزنه رو دارم میگم. درست، من نمیفهمم یعنی چی. من فکر میکنم این ویژگی خاصی که سیاه‌چاله داره به خاطر اینکه افقش، شاید این درست باشه نمیدونم، به خاطر اینکه افقش بیرونش قرار گرفته ولی برای خورشید مثلا افقش داخل قرار گرفته و اون
فضای ویندلری که اطرافش هست در واقع تورای داخله. خب و اون ما مثلا تولید ذره پاد ذره رو نمیبینیم اتفاق میفته. خب یا آره، درست میگی، آره یعنی درست میگی، مثلا آره. کلی ریندلر درست میگی، نه، راست میگی. ریندلر نزدیک هورایزن ما میریم که جیومتریمون ریندلره. اگه نزدیک ستاره باشیم دیگه نمیتونیم ریندلر در بیاریم، نزدیک سمت ستاره باشیم. درسته بله. ده صاحب کن، چرا فقط چرا صاحب کن صاحب کن نه شوارزشیلد توی نزدیک چیز، شوارزشیلد اگر شوارزشیلد توی آر غیر از نزدیک آر اچ بس بدیم چی در میاد؟ ریندلر نمیشه؟ یعنی یه فاصله دور از هورایزن آه. مطمئن نیستم. احتمالا نمیشه، نمیشه دیگه، احتمال همون اول زیاد شما نمیشه. آره خودشون نشون دادن که آره، برای اینکه اون آر منهای دوهمی که تو میگیری اونجا صفر شدنش مهمه که اون سینگولار پوینته درست شه و بعد به خاطر اون کنسینگولاریتی و الاخر رو داشته باشی. اگه به فاصله زیاد ازش باشی دیگه اون آر منهای دوهمت صفر نیست، در نتیجه اون سینگولاریتی هم پیش نمیاد، دمام نداری. درسته درسته، علتش همینه که گفت. درسته آره، همین که در واقع مثلا کره زمین افقش داخله، آره نیست که ببینیم در این استیت قرار داره. به همین خاطر در واقع بلک هول ها من خودم خودسی این اینی که شما گفتین، خب این نمیفهم. مثلا فرض کنید من برای ساختن اون استیت هارت و لاکینگ نیاز به موتهای چپ و راست دارم، در واقع گاری توی هر دوشون. یعنی چیزی که میخوام بگم اینه که سوالی که شما پرسیدین، سوالی که پرسیدین در مورد در واقع استیت چی ناظر مینکوفسکی خارج از بلک هول بود، در مورد ناظر ریندلر نیست اصلا سوالتون، اینجوری که من فهمیدم. یعنی در مورد ناظر نزدیکی هورایزن نیست، در مورد ناظر دور از هورایزن ناظر مینکوفسکیه. بعد شما میگید بر مینکوفسکی چه فرقی میکنه براش ناظر مینکوفسکی خارج از هورایزن، اینکه این متریک شوارتشیلد هم برای توصیف ستاره استفاده میشه هم برای توصیف بلک هول. آره این سوال خوبیه، من نمیدونم، نفهمیدم جوابشو، نفهمیدم چی شد. منم الان دارم بازم به فکر میکنم به اون. ببینید ما میومدیم برای اینکه دما رو با هم مقایسه کنیم، میگفته این شبیه نیر هورایزنه، بلک هول شبیه ریندلر ناظر ریندلره. منتها وقتی یک ستاره داریم هورایزن نداره. قبول، ولی وقتی من نخوام میشه. من اصلا نیر هورایزن نخوام برم، یعنی من از دیدن خارج از هورایزن باشم، دور از هورایزن باشم، دیگه اصلا اون بحث ریندر ابزرور پیش نمیاد. دقیقا حالا میتونه آدم مثلا بگه با یه فاصله هستم ازش. بعد آره، بعد من نمیفهمم اون چیزی هم، یه چیزی هم شما اشاره کردید، اون ناظر مینکوفسکی که تو بینایت هم نشسته این دمای هاکینگ رو اندازه میگیره دیگه. این تیه که ما اینجا گفتیم در واقع همون دماییه که اون ناظر بینایت اندازه گیری میکنه. لزومی نداره حتما نیر هورایزن باشه یعنی که بخواد دما رو حساب کنه. ببخشید یعنی هر جای دیگه هم باشه من میبینم که این ترمال سیستمه. ببخشید الان شکل پایینیه که چهارمی که کشیدی، اینه که بعدی رو اگه بیاری این شکل، نه این که خودت کشیدی، نه اون قبلیه رو، قبلی بود یا بعدی بود نمیدونم اینه، یا همون که چهار تا شکل کشیده بودی. آره همین جاست، آره. همینه.
برای اون پایین اینکه توضیح میدی که اینجا بلک هول باشه، همون که آرتمن میگه، بله یه اونجا اگه بلک هول نبود، ستاره بود، توی آن رو میشد صفر. درست. نه؟ یه همچین چیزی میگی آره آره دقیقا. دلیلش هم میگه که به خاطر اینکه بلک هول در یه استیت خیلی خاصی قرار داره، یه ترمال استیت قرار داره، ولی کره زمین یا ستاره یا هر اونو چیزی، نبرش، بذار باشه، در این درآمدش فکر میکنیم، بذار باشه کدوم؟ جا به جا، بذار همون باشه، همون شکلت. نه من ثابت الان شکلم، فکر میکنم تأخیر داره. آره دستش نه، همین، بذار همین باشه. آره من فکر میکنم تصویری خود با تأخیر میاد، به خاطر همین شکلم من ثابته. ببخشید آقای دکتر قدسی، یعنی شما میفرمایید که اون ناظر مینکوسکی که دوره اصلا متوجه نیست که اونجا داره یه بلک هول نشسته یا یه دونه ستاره نشسته؟ آره دیگه، جفتشون متر بیرونشون یه چیزه. نمیشه دکتر، فکر کنم این حرفی که شما میزنید جفتشون متر بیرونشون شوارزفیلده. از لحاظ کلاسیکی درسته، اینجا وقتی که ما داریم تابش هاکینگ رو میبینیم یه جور نیمه کلاسیکی داریم به قضیه نگاه میکنیم و این حرف دیگه درست نیست. از لحاظ ژئومتری درسته که با هم برابرن، ولی این اثر کوانتومی رو اون ناظر ساکن در بی‌نهایت نمیتونه حس کنه. یه جور دیگه بخوام بگم، حالا راجع به این با مهدی یکم صحبت کردیم، من گفتم که اگر تابش از اون سیاهچال ساطعه بشه، اون ناظری که نزدیکه خب داره با مثلا شدت x اون اندازه گیری میکنه، اون ناظری که توی بی نهایته باید با شدت کمتری ولی همچنان همون تابش رو حس بکنه. خب همین حرفی که شما میزنین، حالا نزدیک بودن یا دور بودن نباید فرق بکنه. اما دوباره اگر بخوایم به همون از دید هاوکینگ پیرها بهش نگاه بکنیم، اگر اون جسم چشمه میدان گرانشی بلک هول نباشه، افت و خیز های خلأ در نزدیکی افقش نمیتونن یکیش بیفته داخل یکیش به بی نهایت بره و اصلا تابش دیگه معنی نداره. یکیش میخوره به ستاره، یکیش به خود ستاره نمیخوره. آخه بحثی که حالا مصوباتی که هاوکینگ انجام ده، البته من خودم جدیدن سعی میکنم دیگه به از دید زوجه هاوکینگ نگاه نکنم به قضیه، چون یه جایی دچار مشکل میشه. اما خب اگر بخوایم همون دید رو نگه داریم، شرط هستش که حتما توی نزدیک افق خلع باشه و این وقتی که ستاره باشه اونجا دیگه متر فیلد اون داستانا رو نمیتونیم. اونا نه هیچ فرقی نمیکنه، اصلا ربطی نداره به این محاسبه که هاوکینگ میکنه، اصلا نمیگه اونجا چی هست. فقط تنها چیزی که استفاده میکنه اینه که مترت متر شوارزفیلد. اما نزدیک افقشه، درسته؟ اون افق دار بودن اون جسم مهمه. آخه من میگم به جای افق بذار سطح ستاره، چی میشه؟ بام یه دونه یکی از پیرا رد میشه میره توی بلک‌هول، دسترسی نداریم. من میگم یکیش میخوره به تیز اون ستاره، همونجا میمونه، اون سطح میمونه، اون یکی دیگهش میاد بیرون، چی میشه؟ فرق میکنه. حالا میگم اون چیزی که اول گفتم فکر میکنم درستر باشه، اون بیان اولی که تابش هاوکینگ یه اثر نیمه کلاسیکیه و فقط نزدیک بلک هول میتونیم این اثر نیمه کلاسیکی رو ببینیم. این داره با نسبیت جور در نمیاد. ببین ما از اون وقتی اون تصویر با همینجا که کشیده، ببین بالاییه میگه آقا نسبیته، اصل همعرضیه، پایینی هم میگه اصل همعرضیه، فقط یه فرق میکنه، اونم اینه که اون بلک هول حتما باید باشه. کجای اصل همعرضی گفته که باید حتما یک جایی برای که اصل همعرضی درست باشه بلک هول بذاری، نمیتونی ستاره بذاری؟ جوابی ندارم برای این سوال. ببخشید الان سوال یعنی اینه که من صدام هست؟ خانم سیاوشان شما اید؟ بله من هستم. الان سوال شما آقای دکتر یعنی اینه که من یه ستاره ای داشته باشم، یه ستاره خب تابش داره، من یه دمایی ازش میبینم، چرا نزدیک اون نمیتونم بگم که این متناسب با یه دمایی که ناظر آن رو میبینه؟
دمای ناظر شتاب داره؟ نه دمای خود ستاره رو فراموش کن. خب اونو بذاریمش کنار. این معادل این شتابی که تو این نفر سوم میبینه حرفش اینه، میگه نفر سومیه زیر اون خط چینه یه دونه خوب. ناظر شتاب داره، یه دما اون رو میبینه غیر صفر. این معادل اینه که یک ناظری دارم، آره یه ناظری دارم که با یه فاصله ثابتی، فری فالینگ نیست، با یه فاصله ثابتی از بلک هول بایستاده. این دوتا هم ارزن با خب تا اینجا موافقم. بعد یه حرف اضافه آرتمن میزنه، میگه اگر که این بلک هول نبود، یه ستاره بود یا کره زمین بود، اون وقت دیگه تو این ترمال مربوط به این اتفاق رو تو نمیبینی، این همرزیه رو تو نمیبینیش. اینو داره میگه دیگه، اینو میگه. من آره دیگه این حرف رو میزنه. بعد من چیزی که گفتش درست بود که شما میگین متریک این دوتا یه چیزه، پس باید جفتشون نزدیک مثلا هورایزنشون، حالا چه هورایزنش داخلش بیفته چه خارجش بیفته، باید همچین چیزی رو بشه گفت. آره من همینو میگم. من میگم جیومتری این دوتا که بیرون این دایره سفیده یه چیزه، مهم نیست تو دایره سفیده خورشید یا یه دونه بلک هوله. ولی یه چیزی که هست تو احتمالاً، حالا یعنی اگه بخواد این محاسبه رو انجام بده، ناظر خارج از بلک هول و ناظر خارج از ستاره، دو تا وکیل متفاوت باید برداره. یعنی حالا نمیدونم چیزی دیگه باید اینو چیزی، ولی در واقع محاسبه رو با دو تا وکیل متفاوت انجام میده. مثلا توی مورد بلک هول مثلا حاضر هستیم قرار استفاده بکنه، در صورتی در مورد ستاره احتمالا اینطور نیست. یعنی فقط میخوام بگم که جیومتری شاید برای تعیین کردن کوانتوم استیتی که میخواد محاسبه رو انجام بده باهاش کافی نباشه. به خاطر اون خلایی که ایجاد میشه میگید شما، یعنی این که لفت و رایت وجود داره، نه برای پشت و هورایزن وجود داره استیت، یه خلای دیگه از شما میگید، ولی برای ستاره اون خلای جواب سوال شما نیست. در واقع عوض کردن سوال دیگه است. در واقع این سوال میشه نتیجه اخلاقیش اینه دکتر، به نظر که اصل همرزی رو یه جوری کوانتوم مکانیک هم باید یه جوری در نظر بگیریم توش اگه بخوام یه جایی برقرار باشه، نیست؟ اگه بخوام به سوالای در مورد بلک هول جواب بدیم کوانتوم مکانیک هم شد. اینجا الان اصل همرزی رو اگه برای خورشید میخواستیم بنویسیم، من نمیفهمم وقت این یعنی برقرار نیست. فرض کنیم اصلا بلک هول فراموش کنیم، یه خورشید بذاریم اینجا، اون وقت این دوتا ناظری که یکی شتاب داره یکی شتاب دار نیست وایستاده نزدیک خورشید، این دوتا چیز مختلفی دارن میبینن، دوتا موجود نیستن. دوتا که به اصل همرزی و در واقع مربوطه احتمالا همه چی خوبه. این مسئله اینه که این آده مثلا اینی که اثر هاکینگ یا اثر آن رو یه اثر کوانتومی هم هست دیگه، یعنی اصلا یه اثر کوانتومی هست. آره و در وقتی میخواید اثر کوانتومی رو هم لحاظ بکنیم، همونطور که گفتم باید بگیم که چه وکیوم انتخاب میکنیم. باید وکیومی که باید بلک هول انتخاب میشه وکیوم خیلی بری بود دیگه، درسته. ظاهرا همین پای کوانتوم مکانیک در بین اختلافای وجود داره اینجا. حالا خوبه که توی این مقطع میشه اینجوری میدید. حالا جدایی از این چیز مفکرم خیلی مهمه که سوالایی که مطرح میشه رو آدم برای خودمون ثبت کنیم و سعی کنیم سوالو توی سوالا رو، حالا چون جلوتر هم که میره همین سوالا دوباره به شکل دیگه خودش رو بروز میده. شاید اینا خیلی چیزای ریشه‌های عمیق‌تری داره، نمیدونم. همین که ما لوکال اپراتور توی گرانش با
کوانتومی نداریم، این یه جورایی ربط داره خیلی حالا خیلی غیر تریویال به این داستان. آره این چیزی که داره اون ناظر اندازه گیری میکنه براش مهمه که اون طرف هورایزن ستاره است، براش اون طرف داستان توی دایره یه ستاره است یا یه دونه بلک هول نشسته. یه مثلا فرض کنید بعضی پارادوکس‌های دیگه‌ای هم که مطرح میشه نتیجه همین تعارض هست دیگه، که مثل پارادوکس فایروال و اینها در واقع هم برخورد کوانتوم مکانیکی با مثلا بقیهش باشه برای جلسه بعد. آره ساعت هم 4 شد. جلسه بعد میخواید ادامهش رو شما آقای آمری بگید؟ بله. بعد کیه هفته بعدش؟ هم نوبت کیه؟ قرار رو فکر کنم خانم مشایخی بگم فصل بعدی رو. خانم مشایخی شما چی میگید؟ برای من پتین تگراله، راجع به پتین تگراله. به نظرم میشه برای جلسه بعدی من ادامهش رو بگم چون خیلی کم مونده، ادامهش رو یه مقداری زمان بذارم بعد ادامهش رو بعدش رو به آره خانم مشایخی ادامه بده. بله من موافقم. پس شما آماده بکنید خانم مشایخی، باز ما همجور میریم. بله 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 چشم. من آشنی یه سوال کوچیکی داشتم، لازمه که پاورپوینت آماده بکنیم یا میتونیم بگیم؟ نه سوال من از روی همون چیزم میتونید بگید پی دی اف رو باز کنید بگید. الان خب آمیتی زحمت کشیده بود شکلها اینا اضافه کرده بود داره به درک مطلب خیلی کمک میکرد، ولی از لحاظ محاسبات صرفا همون چیزهایی که توی مقاله گفته شده بود رو گفتن. در به نظرم اگه مثلا جایی لازم بود آدم اینها رو میتونه، چون الان آنلاین هستش راحت میتونیم، حالا اگر حتی خواستیم سرچ بکنیم توی اینترنت یه چیزی رو میتونیم سرچ بکنیم و شیر کنیم. آره اون اب نداره، شما لازم نیست میگم پاورپوینت درست کنید، اگه پی دی اف همون پی دی اف چیزو بگید، اگه میخواید مطلبی اضافه کنید بهش خب اون پی دی اف دیگه رو باز میکنی یه دقیقه توضیح میدی از روش دوباره ادامه میدی. دقیقاً منظورم اینه چون تازه کارن 0 کیلومتر این روش دور زدن و بلد نیست، میره میشنه با حوصله پاورپوینت آماده میکنه. نه من با پاورپوینت راحت‌تر بودم به خاطر اینکه گفتم یه خورده شکل و یعنی از اون مفهوم بهتر بتونم برسونم از شکل بیشتر استفاده کنم. میتونین هر کس سخنرانی داره پاورپوینتاشو بده مهدی درست کنه، نمیشه. خیلی خوب، خیلی ممنون. خواهش میکنم. دوستون نرمش کنه، ممنون. فعلا روز بخیر. ممنون، ممنون. خیلی دکتر افشار. خواهش میکنم. در خدمتتون هستم اگه میخواین. خیلی ممنون. پس من قطع میکنم دوباره بهتون زنگ میزنم. ممنون، خداحافظ شما. سعید شما پس با دکتر چیز صحبت بکن، من میرسونم خودم اگه تونستم، اگه نه که شما خودت کارات رو انجام بده. سعید رفت؟ آره رفتم. آره ولش کن، خیلی خداحافظ. خیلی ممنون، خداحافظ.